محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت ایالات متحده با ما همراه شدن. آقای قائدی، بیشتر بشنویم از شما چی فکر میکنید از این اظهار نظر و سازمان مالیاتی اسرائیل که اعلام کرده حمله موشکی جمهوری اسلامی چقدر خسارت وارد کرده؟ درود به شما مخاطبین برنامه. این اطلاعات ظاهرا بر اساس گزارش هایی که شرکت های بیمه به این سازمان ارائه دادن در خصوص شهروندانی که مراجعه کردن برای گرفتن خسارت، به نظر میرسه که به شکل معمول دولت اسرائیل تلاش میکنه که درگیری موشک های رهگیر با پرتابه هایی که از سمت لبنان یا از سمت ایران میاد در خارج از محیط های مسکونی باشه، اما در خصوص عملیات اخیر ظاهرا غافلگیری به گونه ای بوده که این در مناطق شهری اتفاق افتاده و بازمانده های این موشک ها، چه حالا موشک های بالستیک ایران و چه بازمانده های موشک های رهگیر، اینها به اموال آسیب زدن. اما نکته اینجاست که به دلیل اینکه شهروندان معمولا به شکل آموزش دیده در پناهگاه مستقر میشن، خسارت جانی نداشته اما خسارت اموال داشته. این ماجرا از سامانه ضد موشکی تا چی بیشتر میدونیم؟ خب این سامانه چیزیه که اسرائیلی ها قبلا هم از آمریکایی ها گرفتن. دست کم در دو مورد ما گزارش داریم که یک بار در سال 2012 و یک بار دیگه در جریان یک مانوری در سال 2019 آمریکایی ها این سامانه ها رو به اسرائیل فرستادن. یکی از این سامانه ها در صحرای نگف در واقع مستقر شده بوده. مهم اینه که نیروهای آمریکایی آموزش دیده برای استفاده از این سامانه ها باید حضور داشته باشن. این سامانه سامانه‌ای که رادارهای به شدت قوی داره. یک گزارشی نشریه تایمز در سال 2012 در خصوص تفاوتی که این سامانه میتونه در سیستم دفاع موشکی اسرائیل ایجاد کنه در اون زمان منتشر کرده بود که گفته بود که این سامانه رادارهاش میتونه 6 دقیقه زودتر موشک‌های بالستیک ایران رو شناسایی کنه و این 6 دقیقه میتونه مزیت نسبی بسیار خوبی به اسرائیلی ها بده، به این دلیل که آژیرها رو میتونن زودتر به صدا در بیارن. میتونه که اهداف به جای اینکه در خاک اسرائیل درگیر بشه در صحرای اردن با موشک های ایرانی درگیر بشن، و اگر که موشک رهگیر اول موشک ایرانی رو از دست بده میتونه که موشک دومی هم شلیک بشه. بنابراین یک موضوعی که برای اسرائیلی ها بسیار مهمه. و نکته جالب ماجرا اینجاست که اسرائیلی ها ماها در خصوص گرفتن این سیستم در واقع یک سامانه اضافی با آمریکایی ها در واقع مذاکره کردن. با آمریکایی ها تنها بعد از مذاکره آقای نتانیاهو و جو بایدن پذیرفتن که این موشک رو، این سامانه اضافی رو به اسرائیل ها تحویل بدن. در قبال اون هم به نظر میرسه اسرائیل پذیرفت که از حمله به بیروت خودداری کنه، اما با این حمله ای که اخیرا از سمت لبنان به سمت حیفا انجام شد و 4 سرباز تا الان کشته شده و وضعیت بعضی از مجموعه ها وخیمه، به نظر میرسه که احتمال داره که اسرائیلی ها دوباره حمله به بیروت رو از سر بگیرند. ممنونم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی همراه ما.